خبر با من یماسی خوش آمدید در این برنامه گسترش نامی ها در افغانستان و سایه سنگین طالبان از کندوز تا بدخشان فقط یک داخل مانده که کوره بگیره انتخاب یک سک و عنوان شهردار یکی از شهرهای ایالت مینسوت های آمریکا. سلام و وقت شما بخیر افزایش ناامنی ها در برخی از ولایت ها از جمله ولایت های شمالی زنگ خطر را به صدا در آورده است ولایت کندوز و بدخشان در روزهای گذشته آماج برخی عملات طالبان بوده توریک هفته گذشته طالبان برخی پازگاه های امنیتی را در ولسوالی چهار کندز کندوز محاصره کرده بودند و در ولایت بدخشان مقام های ارشد امنیتی این ولایت با کمین طالبان برخوردند پس از انتخابات ریاست جمهوری سیر حوادث امنیتی رو به فزونی گرفته و طالبان در بیشتر های افغانستان دست به حملات بی گروهی زدند اما دلیل عمده ناامنی ها در شمال چیست چگونه چی طالبان می توانند در این ولایت ها دست به چنین عملیات گروهی بزنند و برای مهار ناامنی ها چه باید کرد فاطمه عزیز از نمایندگان کندوز در مجلس نمایندگان برای بحث بیشتر با ما هستند همچنان خانم فوزیه کوفی از نمایندگان بدخشان در مجلس هم به این بحث خواهند پیوست خیلی خوش خانم عزیز وضعیت کنونی در کندوز چگونه است بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت شما و خدمت بیننده های محترم متاسفانه اما قسم که شما در جریان هستین در تای از تقریبا از یک ماه به این طرف حملات گسترده در مناطق مختلف ولایت قندوز از طرف مخالفین برای انداخته شده که بدبختانه در چند روز اخیر این حملات بسیار زیاد اوج گرفته و بسیار باسورت ګروهی در مناطق مختلف عملیات برابر انداخته شده که مثلا وخت یک منطقه را از طرف نیروهای امنیتی مو مهار میشه دفعتن طالبان در یک منطقه دیگه یک عملیات برابر میندازن که به می شکل واقعا تهدیدات بسیار جدی امنیتی متوجه مردم قندوز است و امار و ارقامی را که ما به دست داریم هر روز به هزارها خانواده از مناطق مختلفی که د اوج جنگ جریان داره متاسفانه از خانه هایشان به میشن که امروز هم به تعداد یک هزار یا بیشتر از او خانواده ها از مناطق مختلف مثل منطقه از اختاش خانابات وقتی که حملات طالبان در چاردره یک اندازه ده اینجا نیروهای امنیتی که از کابل فرستاده شدن اونا در منطقه چارداره در خط جنگ استن طالبا از منطقه آختاش یک عملیات دیگر را انداختن از طرف خانابات حمله کردند که متاسفانه در اوجه هم اما معلوماتی را که ما گرفتم یک, یک مقدار پیش آمدن اما خط اول جنگ به اصطلاح شکستاندن و یک تعداد زیادی از خانواده ها متاسفانه از او بخش ها مهاجر شدن و به داخل شهر کندوز آمدن همچنان از مناطق مختلف دیگه مثلا از یک منطقه به نام آلچین که در 200 متری سرک شیرخان بندر است از او منطقه از منطقه حضرت سلطان از مناطق مختلف مردم متاسفانه مهاجر شدن و این عملیات به صورت بسیار گسترده در مناطق مختلف ولایت است عملش ما که کندوز را این گونه ساخته شد. متاسفانه ولایت کندوز خو از گذشته ها ناامن بوده شما در جریان هستند که از تای چند سال گذشته آن گونه توجه جدی که مقامات حکومتی افغانستان باید به با ولایت کندوز می‌کردند که متاسفانه توجه نکردن بارها ما مسئولین امنیتی را در پارلمان از اونا پرسیدیم و از اونا تقاضا کردیم که به خاطر جلوگیری از امی روزی که امروز بالای مردم قندوز بسیار یک وضعیت خراب و ناگوار به وجود آمده به می خاطر ما از اونا خواسته بودیم که پیش از اینکه چنین وضعیت به وجود بیاید باید اونا اهتمامات برش می گرفتن. که متاسفانه امو امکانات لازمه و امو تشکیل لازمه برای نیروهای امنیتی در ولایت قندوز در نظر نگرفتن که خود ازی و همچنان از طرف دیگه امی عملیاتی را که آل شده ای بسیار یک عملیات پلان شده بوده که مه فکر می کنم شاید یک مدت زمانزکه امده حکومت بی توجهی کرده بربتوجهی و کرده واقعا بی توجهی کرد به او شکل که باید بر قولایت قندوز چون یک قولایت نامل بوده و همیشه شما در جریان هستین که بیشترین طالب زیاتر مناطق را که نفوز میکنن در ولایت قندوز منطقی چارداره و ارچی و خانابات این همه منطقه بوده که باید دولت پیش از ای که این منطقه به وضعیتی که امروز مواجه است مواجه اونجا پوسته های امنیتی را می میکدن بیشتر امکانات و تجهیزات اختیار از اونها قرار میدادن که متاسفانه نه برشان امکانات درست داده شده نه تجهیزات درست داده شده حتی از بعضی پوسته هایی که فعلا سقوط کرده ما بودم یک هفته پیشتر برشان آب و نان و مواد غذایی و اتا مرمی برای هیچ امکاناتی به دسترس از اونا قرار نداشت که بعد بازو پوسته ها به دست دشمن سقوط کرد و امو یک مقدار سلا و مهماتی را که داشتن او به دست دشمن خب شما به عنوان نماینده کندوز عامل اصلی را در چی میبینید چگونه حکومت افغانستان هیچ و... توجهی نداره و این مناطق حالا همدن به دست طالبان سپرده میشه به نظر من فکر میکنم که واقعا آن چنان توجهی را که باید حکومت افغانستان میکرد نکرد اگر میکرد چون این وضعیت سر مردم قندوز امروز نمی آمد شما مطمئن باشین که خدای نخواسته اگر یک ولسوالی سقوط کنه این بالای روحی مردم بسیار تاثیر خراب میکنه همین امروز هم مردم آنقدر مایوس هستند آنقدر پریشان هستند همی که مهاجر میشن از خانه های خود به دیگه جای حتی مردمی که در دا داخل شهر زندگی میکنن اونا هم در خانه های خود احساس مسئولیت نمیکنن چرا وقتی صدای فرد خانهایشان بله. شنیده میشه در دا داخل مرکز شهر شنیده میشه دیگه بر از اونا دیگه مجال از این نیست که فکر کنن که اونا مسئول هستند خواه هر دقیق فکر میکنن که امکان داره که خدای نخواسته ولایت سقوط کنه و باز ما سر نیروهای امنیتی و سر حکومت افغانستان سر شخص رئیس جمهور افغانستان صدا میکنیم که باز هم ازش خواهش میکنیم که به داد مردم قندوز برسن اگر به این شکل مهاجرت ها دوام پیدا کنه اگر به این شکل جنگ دوام پیدا کنه شما مطمئن باشین امیال اکثریت ولسوالی ها را فقط مرکز ولسوالی پیش دولت است که اونجا ولسوال قماندان امنی و یک چند نفر امنی روز از دیگه تمام مناطق به دست مخالفین است تا چی وقت به این شکل تماشا میکنن شما میبینین وقتی که مردم مهاجر میشه شاید تصویرها پیش شما باشه وقتی که مردم از خانه خود مهاجر میشه اطفال خانوما مردم اکثریت از اینا که میند داخل شهر خانه یگان قوم خیششون میباشه اوجا میرن ولی یک تعدادشون که خانه کس کویشون داخل شهر است. اونا در یک منطقه خیمه میگیرن یک جای دیگه زندگی میکنن با وضعیت بسیار خراب این به این شکل تا چی وقت دوام کنه حالا امروز برخی فعالان مدنی و شهروندان کندوز خواستار تشدید عملیات هوایی و زمینی بر موازی طالبان شدند فکر میکنین چرا چنین حملاتی رو اندازی نشده بر ضد طالبان خب فکر میکنم برای که چنین عملات مشکلات انداخته نشده متاسفانه اما در چند روز گذشته شما دیدین که فیر سلای سقیل برای نیروهای امنیتی ما اجازه داده نشده عملیات هوایی اجازه داده نشده ولی اونا هر قسم عملیات که بخواین انجام میتن خود باعث میشه که نیروهای امنیتی ما ضعیف و اونا, اونا قوت یعنی عملا حکومت داره طالبان تکبیه میکنه خانم. تا زمان که یک عملیات گسترده از طرف تمام نیروهای امنیتی افغانستان یعن اگر همو قطاعات کماندو با تجهیزات بسیار مدرن و همچنان عملات هوایی ار برا انداخته نشه به ای امکاناتی را که امروز ده دسترس پولیس و اردو ما قرار دادن به نظر م مهار کردن بسیار مشکل است شما ببینید وقت یکف۰ نفر پولیس و فقط یک طوله خورد از اردو در ولایت قندوز فرستاده شده می چند روز که اینا فقط تانستن که جنگ در دا داره مهار کنن او را رو پیش روی نکدن فقط در مخط خود هستن یعنی به این مانا که جلب پیش روی را رو گرفتن ولی طالب از مناطق دیگه دارن پیش می وقتی اینا اگر این منطقه را رها کنن پس از این منطقه اینا پیش میان این یک مشکل است که من نمیفهم چرا حکومت توجه نمیکنن خب با توجه به این که شما گفتین که نیروهای مسلح افغانستان را نمیگذاره حکومت افغانستان تو از سلاهای سنگین در برابر طالبان کار بگیره خب, خب اینجا معلوم میشه که ما یک سیاست وجود ندارد. داره پنهانی که باید طالبان تقویه شوند در این به نظر من به هر شکلی که میشه باید است که مردم قندوز از این نجات پیدا کنن ولی چگونه با فرستادن قوای بیشتر با فرستادن امکانات و تجهیزات م... بیشتر با برانداختن یک عملیات گسترده ولی آیا حکومت از و ارادی را که طالبان را سرکوب بکنه به سخنگوی حکومت بپرسین که آیا اینا از و اراده مبارزه واقعی خب با مجلس هستیم شما فکر میکنین که ما خود ک... خو مردم هستیم ما میخواهیم شما عضو کچن... مجلس نمایندگان و جزی از نظام هستین از دولت افغانستان بلده. شما چون این از ما اراده را در م... دولت افغانستان میبینین که طالبان را سرکوب بی بکنن ما میخواهیم به هر شکل که میشه به داد مردم ما رسیدگی صورت بگیره مردم دیگه تحمل جنگ وضعیتی که فعلا در ولایت قندوز جریان داره شما باور کنین که اصلا قابل تحمل نیست ولی من نمیفهم چرا حکومت خود آرام گرفته باید هر چیزو تردس به کار میشدن روز تا روز روز تا روز مهاجرت زیاد میشه روز تا روز طالبان از مناطق مختلف پیش میان پیش میکنن و متاسفانه شما میفهمین که در هر روز که دی مناطق جنگ صورت میگه به ما اندازه تلفات هم وجود داره اگر از طرف طالبان هم تلف میشن متاسفانه از طرف نیروهای امنیتی ما و شما هم روز به روز کم شده میرن من میفهمم که چرا حکومت توجه نمیکنه وخت پرلمان هم رخصتیس که د اقل مو بتونیم که ی اک نقطه فشار د اونجا باشه که ما بخوایم واره به استجواب ازونه باز خاصه پرسون کونیم متاسفونه ما د ی چند روز موفق نشدیم که حتی ی اک نفر از اینا را پیدا کړو و از اینا بخوایم که بلخره اینا چی میخواهند از این وضعیت آیا میخوان واقعا برن جنگه مهور کړي یا میخوان مردم از ولات نجات بدن و آیا میخوان که قندوز به دست دښمن سقوط بدن اگر خدای ناخواسته چون این عدف اگر آی چون کندوز در مجلس شخصا تلاش کردین بر این که مقامات امنیتی را تماس بگیرین شما باور کنین که, که ما تقریبا از مدت یک هفته یا در روز خصوصا یک هفته ما یک ثانیه هم آرامش نداریم هر لحظه ما تماس میگیریم و بسیار کوشش میکنیم که همراهشان به ارتباط چه. ما فقط تونستیم موین امنیتی را دیدیم یک یعنی دو سه روز پیشتر که اونا فقط برای ما 170 نفر از پلیس روان کردن و یک مقدار تجهیزات که هم بسیار معصر تمام شده دقل در یک منطقه خود جنگ تانستن که استاب کنند اینا دیگه ضرورت است دیگه نیروها ضرورت است تجهیزات ضرورت است عملیات هوایی ضرورت است در حال حاضر در کندوز نیاز اساسی چی است خانم عزیز برای این که سرکوب شود خب. حرکات طالبان به نظر ما بسیار به صورت عاجل باید نیروهای خاص کماندو در اونجا فرستاده شود عملیات هوایی باید صورت بگیرد و یک عملیات بسیار وسیع در مو مناطقی که از طرف از اونا عملیات برای انداخته شده در برابر از اونا باید عملیات صورت بگیره در غیر از او اگر به این شکل باشه که هر روز ما شاید هزارها خانه مهاجر باشیم و هر روز شاید پیشروی طالبا باشیم به نظر ما بسیار امکان داره که خدای نخواسته تعداد مناطق به دست از اونا سقوط کنه کوفی فکر میکنین عامل اصلی بسیار خوش آمدین عامل اصلی ناامن شدن ولایت های شمالی به ویژه ولایت بدخشان چه است تا حدی حد که حالا مقامات درجه یک این ولایت در معاصری طالبان و در کمین طالبان برخوردن خب بسم الله الرحمن الرحیم بارز سلام خدمت شما خواهر عزیز ما و بیرندای محترم ما فکر میکنم که در یک دید استراتژیک یا در یک بود کلانتر طبیعتا تلاش های صورت میگیرد تا جغرافی های جنگ تغییر کنه و بیشتر تلاش های صورت میگیره که این جغرافی های انتقال کنه به مناطقی که طبیعتا بستر ناامنی نبودن ولایات شمال شرق بیشتر و به خصوص ولایت بدخشان از یک طرف به دلیل اهمیت استراتژیک که ولایت بدخشان داره هم مرز بودنش با کشورهای مهم چون چین، تاجکستان و یکی جغرافیات نه تنها محدود به ولایت شمالی شه بلکه تا انتقال کنه به کشورهای آسیای میانه یک دید استراتژیک یک هدف استراتژیک دشمنان مردم افغانستان است و در یک تصویر کلانتر قدرت های استخباراتی منطقه اما این انصر با عوامل داخلی دست به هم میته عوامل داخلی که در ولایت بدخشان وجود داره یک خود جنگ بر سر منابع اقتصادی یا به اصطلاح به عدالتی که در منابع اقتصادی وجود داره مثلا بدخشان یک ولایتی است که سرشار از منابع طبیعی است از جمله معادن معادن بدخشان متاسفانه توسط بنا هو استخراج نمیشه که مردم افغانستان صاحب مردم حداقل بدخشان صاحب کار و تغییر در اقتصادشان بیا در کشورهای دیګ ولایتی که ذخایر استراتیژی ذخایر میداشته حداقل موادن استراتیجیک میداشته باشن وضعیت اقتصادی ازو مردم بسیار خوب میوشه ما در بدخشان شما وقت برین اومده ترین مشکل مردم فقر است یعنی از 100 نفری که مراجعه میکنه به برای شما به خاطر ملاقات شاید 95 درصد کسایی باشن که مشکل اقتصادی داشته باشن و یا وظیفه میخواین در حال که بدشان به شکل طبیعی نبوده یک ولایت فقیر متاسفانه همونطور نگه داشته شد در سالهای اخیر به دلیل اینکه زیغ... خود معادن در اختیار افراد و گروه های قرار گرفت که به مردم نفش نمیرسه یک دلیل امی دلیل از دوم ممکن مخالفت های محلی هم وجود داشته باشه مخالفت های محلی روی تقسیم قدرت شاید باعث ازی شود که بعضی از مناطق مخالفین ظهور کنند حالا این که میگن جغرافی های جنگ را خواستن تغییر بتن قطعا این عوامل داخلی هم باید داشته باشه در این بود کی ها همکاری میکنند برای اینکه جغرافی های جنگ را بیارن به شمال کسانی که بیتوجه هستند در سطح حکومت یعنی عمدن این بیتوجهی از یک سیاست عمدی ناشی میشه؟ خب ما نمیتونم بگیم عمدی حداقل ناتوانیشان باعث از این میشه که این جغرافیا همچنان باقی ببونه مناطق امن افغانستان ناامن شده برن به مرور زمان ناتوانی ارگان های امنیتی یا نبود دید استراتژیک مثلا ما درگیر یک جنگ افرسایه ده و خستگان روزمره استیم به اونانو مثال در بدخشان وخت کمه رفتم ملاقاتای با مردم داشتم به ولوسوالی ها رفتم با گروهای مختلف دیدم پشنهاد اولی همی هم بود که خب اول خو ناراضی بود د ازیک چروا بدخشان نو موږ بدخشان ولایته که حتی در دوران طالبان هم یک روز مثلا نه عام نشود بدست طالبان سقوط نکد مردم ترسان دلیرونه مقاومت کنده برابر طالبو چروا اله ک همه ولایت افغانستان تقریبا به کنټرول دولت چروا بدخشان نو ولی چیزي مردم چشم دید خودم میگفتن این بود که مثلا وقت نیروهای دولتی عمل میکنه به یک نقطه حال سر از این نمیپیچیم که چرا طالب به وجودم در اونجا چون ما بعضی از عوامل شو به شما مختصر اشاره کردم البته عوامل زیاد دیگه است که مردم گفتن و ما هم خبر داریم من تا گفتن وقتی نیروهای دولتی عمل میکنه یک منطقه را تصفیه میکنه از وجود طالبا دیگه نیروهای حمایوی وجود نمی داشته باشه که اون منطقه حفظ بکنه در دست دولت افغانستان نیروهای اردوی ملی به شکل موقت اونجا هستند هرچند اونجا کندک ملی فعلا بدن و مردم تو حد زیاد راضی بودن تا نام افراد در اردو ملی گرفتن که نمی افراد باید باقی بمونن به خاطر تامین امنیت ولی اردو ملی باید به با شکل دائمی یک لوا اونجا مثلا نجات کنه منتها ما بسیار ناراضی هستیم از اینکه ما همه همروزه تقاضا میکنیم که باید پلیس بیشتر بره نیروی بیشتر بره سلاح بیشتر بره برای از اینکه تمام از اینا باعث تشدید جنگ میشه برای از اینکه اصل عمل جنگ بالاخره جنگ است ما فکر میکنیم دید دولت افغانستان نسبت به تامین امنیت باید تغییر کنه مثلا اگر خب الان نکته را اشاره کردن و در خبرها هم بار بار روزهای گذشته شنیده شده اینکه اینکه دستور صادر شده تا نیروهای امنیتی از سلاحهای سنگین در برابر طالبان استفاده نکنند با این گونه شما چگونه میتونید در برابر طالبان که به شکل گروهی و روز بیشتر میشه مقاومت و ایستادگی بکنیم ما امیر گفتم که وقتی که دید دولت ما نسبت با به جنگ تغییر نکنه یا نسبت به استراتژی جنگ تغییر نکنه همه روزا ما متاسفانه تلفات نیروهای امنیتی را می باشیم ولی آیا این دید خانم کوفی تصادفی است این گونه و یا پشت سر این یک سیاست خوابیده که خب, خب سیاست غلط, خب غلط حکومت افغانستان تا حالا ادامه داره سیاست غلط حکومت افغانستان در قبال طالبان نه تنها باعث گسترش جنگ و ناامنی ها به ولایت امن شد بلکه در ولایت های ناامن هم پیروز نبود از یک طرف من ساختن عملات هوایی و کمک خواستن از نیروهای خارجی در عملات هوایی برای جایی که ضرورت است نه تنها بدخشان و قندوز و بغلان و تخار نارام ساخت یا ولایت شمال شمال شرق نارام ساخت بلکه در ولایتی که به شکل بی جنگ وجود داشت مثل همان حتی جنگ منتج به جنگ تن به تن شد بین نیروهای افغانستان و, د د و طالبا به خاطر که نیروهای سپورت یا حمایتی نظامی و هوایی وجود نداشت به این شکل فرمانی ای که از سلاح ثقیله استفاده نشه خب یک از یک طرف خود, خود سلاح ثقیله در جنگ کمک میکنه از طرف دیگه پیامی که به نیروهای امنیتی مومتا از لحاظ مورال از لحاظ مسئولیت های وظیفوی چقدر میتوانه تذیف کننده باشد مورال شن به خاطر من فکر میکنم دید دولت یا مثلا قصر ریاست جمهوری تا زمانی که نسبت به تعریف بلد. جنگ و تعریف دشمن تغییر نکنه ما شاهدی اوادس خاط بودیم خانم عزیز برخی فرماندهان در برخی نقاط افغانستان اخیرا گفتن که به طالبان رحم نکنید اینا را در جبهه و در جاب بکشید فکر میکنین کارساز باشه این پیام ها و این میتونه یک راه جدا از سیاست ارک را به پیمان در جنگ افغانستان؟ من فکر میکنم هر افغانی که وقتی میبینه بالای یک افغان یک وضعیت میه که سرش بوریده میشه در مظهر عام شما دیدین که پنج نفر از هموطنان ما را سر بریدند در مظهر عام دولت هلمند خیلی ایره هر افغانی که میبینه در مقابل ازی با چی بگه مجبور است بگه که وقتی که او هم بد دست ما قرار میگیره به تو وضعیت باید امر از شود. شوه ولی متاسفانه وضعیت که امروز در سطح افغانستان به وجود آمده کلش ناشی از سیاست های ناکام هر بوده شما میبینین که متاسفانه وقتی رئیس جمهور افغانستان دشمنای خوده کسانی که امو مردمی که بر ازی رای داده او را سر میبرن وقتی اونا رو میگه در مقابلشان سلای سقیل استفاده نکنین عملیات هوایی نکنین اون برادر ما ما چی میخوایم دیگه ازی باید است از که جنگ به می شکل پیش بره و او کسانی که چنین اظهارات را در برابر طالبان دارن اونا از روی یک احساس پاکشان است که در برابر هموطنشان در برابر مردمشان و در برابر ملتشان با دشمن باید چنین برخورد صورت بگیره ولی فکر میکنین که اجازه داده شوه بر این نو فرماندهان تا در برابر طالبان استادگی بکنن؟ بله واقعا هر فرمانده باید وقتی که سیاست هر چیز دیگری هست. چه کار کرده میتونه یک فرماندی که خونه خب. ارک اجازه نمیتونه تا سلاح سنگین در برابر دشمنان استفاده خب. بکنه مشکل است تناقضگویی و دوبینگی از ارگ فرزانتو کسان دیګي کې در در راس بعض در ولایت ديګا در راس قرار دارن خود ازي اونا رو مجبور اصله اونا مجبور شولند ام وضعیت کې ديډن ديګا تعامل карда نه توانستان مجبور بودن چې چنين يک پيامي را وره مردمو خطبتن اونا هم ديګا صبر او تعامل شون فکر میکرم لایبريز شت وخت رئیس جمهور مياي بارش مګي چې تونه سلاي ثقيل فائر کونه از عملیات هوايي وکاو او هم برادر موس وې شکل خب بناظر ما احساس هر افغان در مقابل چنین یک وضعیت چی باید باشه که وقتی هموطنهای ما را اونا سر میبرن بی مظلومانه احساس دیگرها باید در مقابل از اونا چی باشه من این که شخص رئیس جمهور چرا در تای امی چند سال گذشته سیاستاش به می شکل بوده و امی سیاست ها بود که فکر کنم امروز ما به می سرنوشت گرفتار هستیم که امروز به هزاران نفر از خانه خود آواره میشه بیچاره دیگه سر بریده میشه و یک حالت عجیب غریب در این وطن به وجود آمده به نظر من از آغاز یک سیاست بسیار قاطع در برابر دشمن اه اه وجود می از طرف ارک از طرف شخص رئیس جمهور و همچنان سیاست در برابر از اینا می بود که دوست و دشمن باید تفکیک میشد شد اردو و پلیس و همگی باید میفهمید که دشمنش کی است دوستش کی است این تو یک آلت سردرگمی از ناشی از امو سیاست های ناکام هرک و حکومت افغانستان در برابر دوست و دشمن افغانستان که هیچ تشخیص نشد که دوستش بله. کی از دشمنش کی است خانم کوفی سخنان فرماندهانی که گفتن بر طالبان رحم نکنید فکر میکنین چه پیامی می را میرسانه بر سیاست های دولت افغانستان و چه کاری میتونه در وضعیت کنونی بر امنیت افغانستان بکنند. ما فکر میکنم اینا حرکت های تکتیکی هستن اینا یک دید استراتژیک نیست دید استراتژیک آنچه است که از طرف ارگ بیرون میشه یعنی استراتژی دولت افغانستان در برابر مخالفین در برابر طالبان در برابر دشمنای مردم افغانستان در برابر اونایی که حداقل روزانه ده, ده, غیر نظامی را از بین میبرن میکشن تلف میکنن به میشکل ده فردی که در چوکات پلیس اردو و امنیت ملی از بین میبرن دید استراتژیک نسبت به ای قضیه باید وجود داشته باشه او قماندانان و فرماندهان که خودشان فرمان دادن که دیگر رحم نکنین اونا کسانی هستند که عملا در صحنه جنگ تجربه کردن دیدن که چقدر بیرحمانه و ظالمانه مردم افغانستان قربانی میشن ولی چه تاثیر مگذاره روی جنگ کنونی و روحی سربازانی که دارن می جنگن در برابر طالبان دارم که اینا را هم به شکل دانه های شطرنج رئیس جمهور احتمالا از وظایفشان یا برطرف خواهد کرد یا هم مجبور به استعفا خواهد کرد من فکر می کنم هر کسی که پایداری کنه در برابر سیاست های رئیس جمهور سیاست های به اصطلاح به نحو جانبدارانه و به نحو طرفدارانه رئیس جمهور یقین دارم که اگر فرد سیاسی باشه به با شکل سیاسی از بین خواهد رفت و اگر شکل فرد نظامی باشه باور داریم که بالاخره به با نه از آنها از صحنه سیاست و صحنه میدان مبارزه نظامی بیرون خواهد شد پس با این حساب حالا باید تسلیم سیاست های عرک شد دیگه اشکاری نمیشه از دسته هیچ کسی؟ آرزو داریم که دیگه عمر سیاست های چند پهلو و سیاست های غیر شفاف و سمپاتی های غیر ضروری و دلسوزی های غیر ضروری با دشمن های افغانستان دیگه ختم شده باشه عمرش آرزو داشتیم که انتخابات افغانستان زودتر نتیجه میداد تا در نتیجه به وجود آمدن یک حکومت قوی تعریفی از دشمنان ارائه می شد ولی متاسفانه آل با توجه به اینکه ارک خودش عملا انتخابات را مهندسی کدا و میالم ادامه داده روان است فکر مې کوم چې شاید ته حد زیاده دوام کنه بعد از نتیجې انتخاباته مې سیاستҳо ولی لحظات چې کارت به اوستخان حوصله مردمو افغانستان برسه فکر میکنم که دیگه صبر لبریز میشه مردم افغانستان هم اکسل عمل میتن با یاد شما است که وقتی حادثه سرینا صورت گرفت و بی‌رحمانه اطفال یتیم و معصوم با یک ژورنالیست معصوم کشته شدن احساسات ملی مردم افغانستان چگونه تحریک شد درست است که افغانستان یک کشور معمولا نظامی بود های مدنی بسیار با قوی شکل نگرفت ولی فراموش نکنیم که های مدنی بالاخره شکل خواهند گرفت و خانم عزیز کسانی که مخالف سیاست هر حرف در نظام به نحوی حالا حذف خواهند شد موافق هستین خب مردم من افغانستانی را میفهمانم یالا شما میفهمین وقتی فرمانده قندار چنین اظهارات را داشت و حالا ما شنیده رسیدیم که او داره استفا که دا؟ یا استفا میکنه خود ازی به نظر من بدون شک یک حقیقت است که مردم افغانستان را میفهمند و ما نمیتونیم چشم پوشی کنیم سپاسگزارم فاطمه عزیز از نمایندگان کندوز در مجلس و فوزیه کوفی از نمایندگان بدخشان در مجلس نمایندگان ممنون از حضور هر دوی شما در پایان هم یک خبر کوتاه ببینید خدا نگهدارتان اهالی یکی از شهرهای کوچک ایالت مینسوتای آمریکا سگ هفت ساله به نام دوک را به سمت شهردار خود انتخاب کردند به گزارش رسانه های آمریکایی انتخاب سگها به سمت شهرداری در شهر کوچک کورمورنت واقع در شمال غربی ایالت مینسوتا یک سنت متداول است رسانه های آمریکایی نوشتند در جریان انتخابات امسال این شهر دوازده نفر از اهالی هر کدام با پرداخت یک دلار به سگ هفت ساله به نام دوک رای دادند و در نتیجه سگ مذکور در رقابت های انتخابات شهردار پیروز شد بر اساس این گزارش رای دهندگان معتقدند این سگ هفت ساله به خوبی قادر خواهد بود امنیت شهر آنها را حفظ کند و حتی مانع رانندگی با سرعت بالا در این شهر شود بنابر گزارش ها تیمارگران شهر پس از پیروزی دوک در این انتخابات مدت پنج ساعت او را تیمار کرده و لباس های تازه به او پوشاندند. شهردار جدید شهر کورمورنت قرار است روز شنبه در مراسمی که در یک کارنوال ویژه سالانه برگزار خواهد شد، مسئولیت شهرداری خود را آغاز کند صاحب فروشگاه به نام تافیس پت فود که فروشنده غذای حیوانات در این شهر است با حمایت از انتخاب دوک تامین غذای شهردار جدید را به مدت یک سال تقبل کرده است